هنوزم توی رایتینگ آیلتس وقتی میخوای پای چارت رو توصیف کنی میگی 39%، 4%، اصلا این کارو نکن. بیا تا بهت بگم که چی کارا باید بکنی که خیلی خاص و یونیک باشه و یه سری اصطلاحات خاص و یونیک بهتون بگم که کوالیتی کار شما رو ببره بالا و یه رایتینگ با کیفیت ارائه بدید. با من همراه باشید که سطح رایتینگتون رو قرار ببریم بالاتر و حسابی توی رایتینگ تسکیمان بهتر کنیم. Here we go! Hi guys, how's it going? خیلی خیلی خوش برگشتید با یه ویدیو آیلتس دیگه. البته توی این ویدیو یه کار متفاوت میخواییم بکنیم، این که یه سری اصطلاحات خاص و یونیک در رابطه با پای چارت بهتون بگم که خیلی خیلی خاصه و توی هر رایتینگی استفاده نمیشه و خیلی خاص و متفاوته. Anyway, بریم که سراغ این اکسرسایز. اول که بهتون بگم guys، پای چارت کلن با توجه به نکته که خود مایندست بهتون گفته، پایش، ریشش از کجا میاد؟ از جایی میاد که میخواد پرسنتیج یا درصد میخواد به ما نشون بده یا اینکه یه نسبت میخواد نشون بده. اوکی؟ خب بریم سراغ پای چارتمون. نگاه کنید این قسمت رو. Which English speaking country do foreign student want to study in? Okay. گفته English speaking country ها، یعنی کشورهای انگلیسی زبانه که دانشجویان خارجی یا دانش آموزان خارجی میخوان توش استادی کنن، درس بخونن. بریم اولی، over a third. Guys، این خیلی خیلی اصطلاح خاص و جذابیه که من خیلی پیشنهاد کنم که ازش استفاده کنین. اصلا هم ندیدم که زیاد استفاده بشه، خیلی خاص و متفاوته. خب اول اینکه a third، نگاه کنید وقتی میگیم a third داریم یک کسر میگیم، داریم میگیم یک سوم. اوکی؟ خب حالا یک سومه به چه درد ما میخوره اینجا؟ یک سومه اگه شما یک رو تقسیم بر سه کنید میشه 33% یا 33% که مساویه 33%. و وقتی میگه over a third، over که میدونید بیشتر، وقتی میخواییم بگیم بیشتر از a third، بیشتر از یک سوم، بیشتر از 33%، نگاه کنید کدوم از اینا بیشتر از 33%. اوکی، قسمت آبی، پس میشه USA. پس USA میشه یک. من دیگه خود پای چارت براتون می نویسم. پس خیلی جذابه، بیشتر از 33%. اوکی گایز، این اصطلاح ها خیلی خیلی مهمن و بهتون پیشنهاد میکنم که حتما اینا رو حفظ کنید و تو ذهنتون نگه دارید. ببینید حالا حفظ کردن به این عنوان میگم که رایت هر چی شما رایتینگ بیشتر بنویسید، نمیتونم بگم بهتون که قطعا پای چارت خیلی میاد، ممکنه بیاد، احتمال همشون هست. واقعا منی که 15 بار مارک دادم و بارها آیلتس دادم با همشون به 1% روبرو شدم، با همشون روبرو شدم. پس همه رو باید حسابی فوکس باشید و حسابی بلد باشید. اوکی، حالا در تو پای چارت بهتون بگم. پای چارت رو یا خودش رو بهتون میدن یا دوتا فیگر ممکنه بهتون بدن، یکیش پای چارت باشه یا نه دوتا پای چارت، دوتا فیگر بدن که دوتا پای چارت باشه، همینجوره ممکنه. Anyway, a little under a third، میتونست بگه under a third.
over بیشتر از 33%, a third بیشتر از 1/3, under a third کمتر از 1/3. گاهی وقتی میگه a little under میگه یک کمی کمتر, یه مقدار ناچیزی کمتر, or a little over یه مقدار ناچیزی بیشتر. اوکی خب یه مقدار ناچیزی کمتر از 33% میشه کدوم؟ میشه اوپس بهتر هایلایتش نکنم, میشه 31%. همونطور که میبینید کدوم نزدیکه بهش؟ یوکی بهش نزدیکه, پس یوکی 31%, به همین راحتی. خیلی به نظر من شما راحت میتونید بنویسید 31%, 31%. For example, UK is the second popular, for example, English speaking country that is 31%. اما خیلی اینو همه میگن, یا بهتره بگیم 80% افراد درصد میگن, اما وقتی میگه the third خیلی خیلی اون سطح شما رو میبره بالاتر و نشون میده که شما چقدر هوشمندانه دارید عمل میکنید. 3 یکی از حالا نکاتی که توی قسمت سوم, توی قسمت ششم و هشتم باهاش روبرو هستیم, superlative adjective هست, صفت برترین. اوکی خب صفت برترین یا صفت ترین, the lowest number کمترین مقدار, the most popular country کشوری با بیشترین محبوبیت, the least popular کمترین محدود. ببینید مقدار توی پای چارت اولین چیزی مین فیچر ها رو بهتون میگم, اولین کاری که میکنید مین فیچر ها رو توی اوورال میارید, اینو که همتون میدونید. توی اوورویو میایم اون ویژگی هایی که خیلی بارزن و تو چشم ما میخورن و مهمترین ها, اونها رو بررسی میکنیم و میگیم. خب توی پای چارت اکثر مواقع میایم مقدار کمتر, بیشتر و کمتر رو بررسی میکنیم, که بیشتر الان USA هست و کمتر نیوزیلند هست. خب وقتی بیشتر و کمتر میگیم بهترین کار اینه که از سوپرلاتیو ادجکتیو ها استفاده کنیم, یعنی صفت ترین. خب و همطور که میدید برای مقایسه کردن هم از comparative adjective خیلی عادیه که استفاده کنیم, که اینجا ما داشتیم توی overall گفته بود a larger number larger than, اومده بود بر compare کرده بود, مقایسه کرده بود. برای compare کردن هم comparative adjective خیلی عالیه که استفاده کنید و اون grammatical rangeتون میره بالا و حواستون به دقت و accuracyش هم باشه. خب در رابطه با lowest number of students, خب کدومو میتونیم بگیم lowest number of students؟ خب قطعا نیوزیلند هست, چون که از همه کمتر, پس نیوزیلند میشه. و کدوم رو میتونیم بگیم دوباره نیوزیلند the least popular country؟ خب محبوبیت کمتری نسبت به بقیه داره, پس میشه نیوزیلند میشه مورد 3 و 8, 3 and 8. okay what about the most popular country؟ بیشترینش خب معلومه که مربوط به USA هست, پس 1 و 6 مربوط به USA هست. خب پس سر بیشترین کمترین خیلی عالیه که از superlative adjective ها و صفات برترین استفاده کنیم. خب نکته بعدی 4,
خیلی عالیه که اینجوری گفته، گفته about one about one in ten، یعنی یک دهم. خب یک دهم میشه یک از ده، یا one in ten. خب یک از ده میشه چقدر؟ میشه 10% یا 10 صدم، که میشه 10%. یه خیلی عالیه که قشنگ 10% شما میتونید بگید، ولی one in ten خیلی حرفه‌ای تر و پروفشنال هست. و نکته بعدی که گفته، اومده از about استفاده کرده. About اینجا معنی تقریبا داره، approximately، که تقریبا. پس کدوم ما میتونیم بگیم که تقریبا 10%؟ خب مشخصه کانادا. پس کانادا رو میتونیم بگیم که 4 میشه کانادا. خیلی حرفه‌ای و قشنگ، من واقعا لذت میبرم. حتما یعنی اینا رو منشن کنید توی رایتینگ هایی که می نویسید، هرچی بیشتر ازشون استفاده کنید دیگه بیشتر ملکه ذهنتون میشه توی رایتینگ های مختلف. رایتینگ خیلی بنویسید، امیدوارم که شما بنویسید و اگزامینر هم مثل من لذت ببره. اوکی، just under a sixth. اوکی، خب این یعنی چی؟ یعنی که یک شیشم. خب گایز، یک شیشم اگه شما تقسیم کنید میشه 14%، سوری 16%. خب بریم ببینیم که کدوم بیشترش نزدیکه. just under a sixth. اوکی، یه کمی just under. گایز، just معنی همون a little، یک کمی کمتر. اوکی، کمی کمتر از یک شیشم یا 16%. مشخصه استرالیا 15%، پس یک کمی کمتر از 16% میشه 15%، که استرالیا خیلی بهش میخوره. اوکی، 5 is استرالیا. What about others? The country in second place. این واقعا اومده قشنگ هر جوری که هست رو اومده گفته بهتون. سبز کنم این دفعه. Six خیلی مهم بود. و the country in second place. یعنی popularityش، محبوبیتش توی درجه دومه. وقتی میگه second place خیلی عالیه و به نظر من که خیلی کاربردی ازش استفاده کنید و خیلی پروفشنال و خفن هست. خب این second place کی رو داریم؟ UK رو داریم که بعد از USA چیه؟ UKه و 31% هست. پس UK 2 and 7. خب کلی نکات مختلف هم کار کردیم. گایز اگه میخواید توی ذهنتون بمونه اینا، خیلی حواستون به این over، a little، around، about، just، اینا همه خیلی بهتون کمک میکنه. چرا بهتون کمک میکنه؟ کوالیتی کار شما رو میبره بالا و خیلی بسیار بسیار با کیفیتش میکنه. برای تقریبا علاوه بر about و just میتونید approximately هم بگید، approximately که
که خیلی خفن تره. اینجا می نویسم about just and البته guys just معنی a little معنی کمتر، همون مقدار ناچیز، negligible میده، و about و approximately با هم هم معنی هستن که معنی تقریبا میدن، و وقتی اون حالا مقدارتون تقریبیه خیلی عالیه که ازشون استفاده کنیم. خب بهتون میگم که توصیه که بهتون دارم در این رابطه اینه که هر روز رایتینگ تسک وان و تسک تو رو با هم بنویسید، زماندار بزنید. میدونم سخته، خودم خیلی خیلی تجربه کردم، اما این کار رو انجام بدید. وقتی سر جلسه هستید خسته میشید، اما اگه تمرین کرده باشید اصلا خسته نمیشید، چون که اینو خودم بارها تجربه کردم و کاش کسی بود که اینا رو به من میگفت، و امیدوارم که حسابی با هم دیگه کلی چیز جذاب یاد گرفته باشیم. گایز در رابطه با اگزام سکیلز مرتبط با خودتون هست، چون که حالا آخر هر یونیت یه سری اگزام سکیل داریم که اومده یه رایتینگ تسک وان به شما داده. اینو برای من ازتون میخوام که بنویسید، یا توی کامنت ها برام بفرستید، یا توی آیدی تلگرام من hebe_jen، یا توی آیدی اینستاگرام من hebe_jen برای من ارسال کنید که براتون تصحیحش کنم و نکاتش رو بهتون بگم. امیدوارم که موفق باشید. Good luck. سابسکرایب یادتون نره که ویدیوی جدید براتون بیاد. لایک و کامنت یادتون نره که کامنتتون بسیار بسیار به من انرژی میده. Have a nice time. Good luck.